سلام. راستش بنده موشکاف تا حالا فکر میکردم این فقط ریش سیدلیه که به سیبیلش گره خورده، اما تازه فهمیدم علاوه بر این زلف پرونده اتمی خامنه ای هم به گیس پرونده رابطه با آمریکا گره خورده. اینا خودشون زلف این دو پرونده به هم گره خورده است. حیفی از انقلابیون دو آتشه و داغتر از آش داخلی با هر گونه شکلگیری مذاکره مستقیم ایران و آمریکا مخالف خانی کرده و آن را خطر بزرگی تلقی می کنند. در سوی دیگر طیفی از موافقان خواهان برپایی هرچه سریعتر و همزمان مذاکرات مستقیم دو کشور و مختوم شدن پرونده هسته‌ای هستند. بله، اکبر کوسه میگه آقا زلف این پرونده ها به هم گره خورده، منتها سیدعلی زور میزنه که یه جوری این زلف و گیس رو از هم وا کنه و بدون رابطه با آمریکا سر ته تحریما رو هم بیاره. بگذاریم از این که خودشم میدونه این زلفا جدا شدنی نیست، یه قدم با پس به تمرگه باید تا تهش بره. موفقی توی تله چوبونه گرده، من میخوام بشم منجی تو، تو بذار بشم مجری تو، موشه تو با کن تا نشی پیچاره و که نفره تو داره. مگه من مثل راه لب که میدی هلن، تو میخوای جام زهر ببرم، سرمو با دستم ببرم، کور خودی بابا برو پی کاره، بکن فکر حال زاره. حالا تو این اوضاع زلف تو زلف و قمر در عقرب فکر میکنید سیدعلی داره چی کار میکنه؟ نه جدی حدس بزنید. هیچی، اوزی رفته پیش یه مش بسیجی موجی براشون کتاب امضا کنه. اینها فیلمش هم هست. لشکر خوبان نامی است که خانم سپهری مسئول گردآوری این خاطرات بر لشکر 31 عاشورا نهاده. امروز در مراسمی از حاشیه نگاری مقام معظم رهبری بر این کتاب ارزشمند رونمایی شد. حالا برو بچه های لشگر خوبان آمدند به دیدار رهبر خوبان. برو بچه لشگر خوکان اومدن به دیدار رهبر خوکان؟ خوب حالا چی میگه این رهبر خوکان؟ هم روایت بسیار خوبیست، هم نگارش بسیار ممتازی است. در این قضیه قواس‌ها اون تشریحی، تصویری که از قواس‌ها شده و از کار اونها و اون شعر حاج اصغر آقای زنجانی و قواس‌لار، ای جبهه لرین یورپونی، بلند شد جمع کن کاس کمچت و مسخره، عجب ولی فقیه منگولی هستی تو یکی. اکبر کوسه میره هی قباسی میکنه از تو گنداب امامش خاطره میاره بیرون، بعد تو نشستی داری شعر حاج اصغر آقای زنجانی و قباسلار مباسلار میخونی؟ بابا تا روز مذاکره چیزی نمونده ها، بالاخره چه خیالاتی تو اون کله پر از کاگلته؟ خیال میکردیم که همه چیز رو میدونیم. وقتی انسان این کتاب ها رو میخونه معلوم میشه که ما یه چیز خیلی مختصری رو اطلاع داشتیم. باشه، حالا هی بیا اینجا جوابای دوگانه بده، هی خودتو با این چیزا سرگرم کن، من که میدونم چی تو اون دل ناقصت میگذره.
این ادا و اطبارم به خاطر ترس از ریزش این موجیات. میترسی وسط گره خوردن زلف پربنده ها به هم شرشر اینا راه بیفته بندم نیاد. از قدیم گفتن آب که از سر گذشت چه یه وجب چه صد وجب، تو هم زهر رو که بخوری خوردی، حالا چه یه قطره چه یه پاتیل.